آقای اسدی، قبل از اینکه سوالم رو بپرسم، بخشی از حساب و کتاب یک فعال اقتصادی رو در واکنش به حراج روب سکه در بانک مرکزی ببینیم، بعد نظر شما رو بپرسیم. بانک مرکزی میگه من دلار 60,000 تومان بازار آزاد رو قبول ندارم. دلار مرکز مبادله که 42,000 تومان معیار منه. خودش اومده یه حراج سکه زده تو مرکز مبادله، روب سکه داده به مردم با میانگین 11,540,000 تومان. ببینیم بر اساس این روب سکه‌ای که داده به مردم ارزش دلار چند در میاد. من 31.1 زدم نرخ روب سکه که میانگینش همین 11,540 میکنم، تقسیم بر وزن روب سکه در 9 دهم، تقسیم بر اونس جهانی طلا، اونس هم 200 در نظر میگیرم، عددی که برای دلار در میاد 85,450 تومان. الان من اینو باور کنم، این 60,000 تومان رو باور کنم، 42,000 تومان مرکز مبادله رو باور کنم، یا تفاوت تورمی 58,000 تومان رو باور کنم؟ آقای اسدی، نتیجه‌گیری به شما چی هست؟ گفته میشه که بانک مرکزی در حال فروش حبابه. آیا اینطوره؟ روز بر شما. نخیر، فروش حباب نیست. اولا در مورد این کارگزار اقتصادی بگم بسیار مثال جالبی زده است و به 85,000 تومان بیشتر میماند ارزش دلار امروز، و بلکه سقفی برای افزایش دلار در برابر ریال نیست و بیشتر امکان رشدش هست. حباب زمانی است که یک افزایش قیمت بیخودی باشه، دلیلی نداشته باشه، سر واکنش روانی مردم باشه. افزایش بهای دلار و بهای طلا، سکه طلا در ایران ارزش واقعیه، چون ریال به شدت فرو می پاشه، دورنمای دلگرم کننده ای وجود نداره. میدونید که حتی در بودجه دولت سهم سرمایه گذاری های عمرانی از میان رفته است. در نتیجه واقعا مردم تقاضا دارند برای ارزش هایی که باقی میمونه، مثل ارزش دلار، مثل ارزش طلا. در نتیجه این افزایش قیمت ها هرگز حبابی نیست، بلکه تازه یک نوک کوه یخی است از آنچه که بیشتر از این خواهیم دید گرد عید نوروز. خب آقای اسدی، نسخه جمهوری اسلامی برای جبران بیپولی و کسری بودجه از طریق حراج سکه و حتی کسب درآمد از گیسوان دختران، به گفته قول یک خبرنگار، به نظر شما چه پیامد اقتصادی میتونه به دنبال داشته باشه؟ ببینید، دولت موفق نخواهد شد که، نکته مهمی نیست که الان خدمتتون عرض میکنم، بیپولی خودش رو جبران کنه. این به حتی گفته بسیاری از پایوران رسمی نظام یکی از بیپولترین دولت‌های جمهوری اسلامی است. دولتی که بیپول باشه از یک طرف سعی میکند که از مردم اخاذی بکند، درست مثل زمان قاجار که به زور از مثلا دهقانان یک پول و یک برداشت و گندم و اینهای بیشتری برمیداشتن چون بیپول بودن. حالا بیپول از مردم مالیات و عوارض و اینها میگیرن. مثلا اگر که عوارض بیچادری رو بدید کارتون نخواهیم داشت، چون سخت بیپولن. اما اینجور اخاذی از مردم کردن هم جبران بیپولی دولت رو نمی کنه. پس دولت چه کار میکنه؟ یکی از کارهایش مثلا حراج سکه و اینهاست، ولی باز هم همچون گذشته به خلق پول دست میازه. اقدام به خلق پول در زمانی که پشوانه تولید و پشوانه عینی وجود نداره، باز هم به افزایش تورم بیشتر میانجامه. افزایش تورم بیشتر به افزایش دلار میانجامه، افزایش دلار به گرانی میانجامه. این کلاف سردرگمی که نظام ولایی درش افتاده رو از اون گریزی نیست، و در یک لحظه های مثل ماه رمضان افطار و مثل عید نوروز اینها بیشتر میشه، چون تقاضای مردم برای نوع کالاها بالاتر میره. حالا امسال عید نوروز و رمضان به هم افتاده، خودتان حدس بزنید چه بر سر مردم خواهد آمد. خب خیلی کوتاه میخوام راجع به نرخ واقعی قیمت دلار نظرتون رو بپرسم، با توجه به این روزهای منتهی به سال نو. به نظر شما یا از این طریق دولت میتونه درآمد خاصی رو کسب بکنه، به جیب بزنه؟ خیلی کوتاه لطفا. خیلی کوتاه، برای کوتاه مدت بالاخره یه پولی رو دست میاره، ولی
هزینه های دولت فزاینده تر از درآمدشن. این کار دوباره دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، چهار ماه دیگه تا آخر حیاتش ادامه خواهد. و نظر شما راجع به قیمت واقعی دلار با توجه به حساب و کتابی که اون روز روزنامه‌نگار اقتصادی رو در ابتدای برنامه داشتیم چی هست؟ خیلی کوتاه. نوعی برآورد متینه، یک گونه برآورد متینه که میشه به اون فکر کرد، اما به نظر من از 85,000 تومان هم بالاتره. سپاسگزارم. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن پاریس، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.